برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می کنم که صحت و سلامت باشین و باز هم در یکی دیگر از برنامه های یک قدم خدمت قرار داریم. قسمی که در برنامه قبلی شما شاهد بودین، یک قدم ما به شهر زیبای کابل است و با عزیزان از وطن نخبه ها و بهترین هایی را در برنامه یک قدم برگزیدیم و می خواهیم که یک به یک در برنامه ها با شما صحبت های خودمانی داشته باشند. ای بار عزیز را با خود داریم، عزیزی که در رسانه های مجازی در بین مردم تابو شکست و صدا بلند کرد، همه دوستش دارن، همه میشناسن و من مطمئن هستم که شما هم تصویرش ببینین و از آنتون تداعی میشه که چی خبرهای گرم و داغی از این عزیز ما شنیدین. هدا جان قند، خوش اومدین به برنامه. سلام فریبا جان عزیز، با درود و احترام بر خودتان و برنامه قدم، آرزو دارم خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین، مرا دعوت کردین. من هدا خاموش، شاعر، نویسنده، قبلا خبرنگار و یک مدت میشه آموزگار هستم. از پروان، ولایت پروان در مرکز افغانستان است زندگی میکنم که الان فعلا در کابل زندگی میکنم و تحصیلات عالی ما در رشته ادبیات فارسی دری است که از این رشته فارغ شدیم و از این رشته بعد از آغاز رشته که درس های ما را شروع کردم و بعد از یک دوره کوتاهش رو به نویسندگی آوردم با تشویق خیلی از استادا، با تشویق دوستان شاعری که من وارد انجمنا شدم و انجمنا رو شناختم و از اون آغاز ما به شعر شروع کردم. بسیار خوب. قسمی که من در شروع گفتم، چهره شما امروز چهره تقریبا بین المللی شده، تعداد زیاد شما را میشناسن. واقعا دختری هستین که نمیشه از آنچه حقتون بود ادا کردین چشم پوشی شوه. باید با عنوان یک الگو، با عنوان یک کسی که پیشگام شدین، بزرگترین تابوی را در کشوری مثل افغانستان، در یک کشوری که کاملا تحت تاثیر فرهنگ و عرف خیلی خیلی قدیمی انتقال شده تا ایدم هست، شما صدا بلند کردین هستین. آیا میفهمین که کار بسیار بزرگی انجام دادین؟ من ایده کار بزرگی نمیدانم و من حیث یک تابو هم نمیدانم. اصلا قصد من تابو شکنی نبود و یا یک کار بزرگی بکنم به مردم افغانستان و زنا، فقط خواست درونی من خواستم ابراز بکنم، مخصوصا به کسی که میخوایم بعد از او که حالا پذیرفته شدیم، حالا وارد یک زندگی جدید شدیم، آغاز بکنم. چون من در افغانستان خیلی از خانوما، خیلی از زنای زیادی را دیده بودم که در دنیای سنتی، در جهان سنتی با ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌هایی که انتخاب از طرف خانواده میشدن و یا ازدواج‌هایی که خلاصه از طرف خانواده انتخاب می شدن، باعث درد سرها ایجاد می شد. از اما آغاز تا پایان، گاهی به خشونت ها، گاهی بر طلاق، گاهی بر حتی به اندازه که یک خانم گوش و سر می بریدن و یا دستش جدا می کردن و یا او را سنگسار می کردن و یا او را انواعی از خشونت ها طلاق دادن می شدن که او را می فرستادن بر خانوادهش و خانوادهش هم چون دنیای سنتی از خانواده سنتی هستن، گویا برایشون شرم و حیاست، گویا ننگ از غیرت هست، نمیپذیرفتند و او میشد یک کسی که حالا از هیچ بودی خالی مانده است و در یک دنیای خالی خود نمیتونه خانواده شوهرش انتخاب کنه و از خانواده پدرش هم رانده شده است. این آغازش از همون جایی است که انتخاب یک زندگی جدید کسی انتخاب میکنه برش که او نمیخواه. آها، قسمی که خود شما گفته اومدین از همچون یک کشور صدا بلند کردین که
بیان کردین و میگن که این کار بزرگ نبود، تابو شکنی نبود. آیا آدرس دارین کسی دیگه یه همچو کار کرده باشه قبل از شما؟ آدرس که ندارم. بله. ولی تا حالا اینگونه ای که این کاری که من انجام دادم و یا این نامه ای که من نوشته کردم ابراز علاقه درونی خودم بود به یک نفری که باید من را به پذیره به عنوان همسر، نه ندیده بودم و نشنیده بودم. ولی نامگذارم نمی کنم، یعنی نشانه گذارم نمی کنم که من با این کارم تابو شکنی کرده باشم. ببینید، شما اولین فرد هستین در جامعه که دختر حق انتخاب حتی پوشیدن لباس خود نداره. پوشش خود باید مطابق جامعه، مطابق خواست خانواده، مطابق خواست محیطش عیار کنه، نه اینکه خواست خودش چیست. و شما مثلا در انتخاب همسرتان آمدین و همچون یک کار را انجام دادین و امروز میگین که من با امی کلمات بسیار ساده ای که شما میگین من تابو نشکستم، من کار بزرگی انجام ندادم، ولی از نظر ما و از نظر مردم افغانستان و کسایی که شما را دیدن اولین فرد بودین و هر کار اول خودش یک اساس گذاری است. شاید هزاران هزار دختره آرزوی از این را داشته باشه یا به فکرش بیایه ولی جرأتش نکنه، یا مثلا باید با یک مبارزه بسیار کلان خودش آماده کنه که همچون یک خواست خودش، خواست برحقش که هیچ بد نیست، هیچ مثلا ناروای وجود دهی نداره و هیچ چیز نیست که او را غلط باید درک شوه. ولی محیط قسمی بوده که اونمو نتونستم خواست دل خوده حتی با کلمات بسیار ساده بیان بکنه. همیشه اگر دوست داشته یک چیزه باید میدیده که دیگر آدم موردش چی قضاوت میکنه، واگذارش میکنه امو خواستهای خوده به خواستهای دیگر، به خواستهای اجتماع، به خواستهای مردم. ولی شما کار کردین، آنچه خواستین گفتین و کار بعدی هم نکردین، کاری بود که حقتون بود، خواستین. فلحاظا عالمیم سر از این که وقتی این کار را انجام دادین، اولین برخورده که شما داشتین قصه کنین، با کی؟ از خانواده شروع شد، از اجتماع شروع شد، از کجا شروع شد؟ با شما چی برخورده شد؟ من این نامه را قبل از این که منتشر بکنم، یعنی 24 ساعتی از سرش میگذشت و همیشه دو دل بودم نشر کنم نکنم نکنم. فقط خواست من اصلا تصوری را نمی کردم که این نامه من جهانی شود. بله. یا بعد رسانه ها دست پیدا بکنن، یک به یک منظور خیلی کوتاهی که مثلا شعر می نویسم نشر می کنم و مخاطبای ما او را می خوانن و می عنوان او را منتشر کرده بودم که حالا دوستای ما بخوانن و تقاضای دل ما یا خواست دل ما را به گوش آقایی برسانن که ما می خواهیم او را. ولی اتفاقا وقتی ما او را منتشر کردم خیلی خسته و خیلی به عنوان که جسور دو سه باری مرا رد کرده بود نگران بودم، گرفتم خوابیدم. ولی وقتی بلند شدم که اصلا با صدای پدرم بلند شدم با یک واکنش خیلی وحشتناکی که بر من نشان داد که بلند شد از چی کار کردی، تو آبروی ما را بردی، تو اصلا شوهر پیدا نمی کردی که کار کردی، مگه تو خواستگار نداشتی که کار کردی. وقتی ما بلند شدم اصلا فکرم به اوجایی نمی کشید که گپ کجا رسیده، کجا رسیده. بله. وقتی من تلفن را روشن کردم دیدم که بیشتر از تصور ما این نامه منتشر شده است و حرفا و گپ هایی از مردم ما شنیدیم، خوب و خراب. و همون لحظه تلفن من از پیش من گرفتن و به گونه ای که من رو بخوان حبس بکنن حبس کردن و یک اتاق انداختن و 24 ساعتی بدون ای که کسی را ببینم، بدون ای که غذا بخورم، آب بخورم، یک اتاق بودم. و از این زمان 3-4 روز میگذشت، همه منتظری بودن که حالا آقای جسور که جوابشان چی هست، جواب اینا چی هستن. و هر لحظه گویا منتظر بودن، با وجودی که نمیفهمیدن که حالا شماره ای را بگیرن. و خواهرم در میان با من کمک کرد و من دوباره با جسور تماس گرفتم و جسور جان
برای من گفتن که باید من مشوره بگیرم از خانواده و صحبت بکنم. حالا تو یک کاری کردی که اصلا برای من قابل تصور نبود، دنیای تکان دهنده بود برای من و از اینجا مشکلات ما آغاز شد. تا این زمانی رسید که خانواده ما گویا احساس میکردن که اصلا من خودم هم این گونه احساس میکردم که جواب مثبتی نگیرم و انتظار مرگم داشتم، چون با اون واکنشی که اونا را دیده بودم، با واکنشی که پدر ما، برادر ما و خانواده ما، حتی یک همجنس ما آمد سر ما چیغ کشید. یک همجنس ما سر ما چیغ کشید که چی کار است؟ تو غلط کردی، تو اشتباه کردی. همین گونه انتظار خیلی خوبی هم نداشتم. احساس نمیکردین که پشیمان شده باشین از کارتان؟ در یک لحظه پشیمان شدم. ولی بعدش گفتم حالا این خاص تو بود، میخواستی به هر گونه ای که هست باید اتفاق میافتاد و همین اتفاق هم افتاد دیگر، باید پیروزی باشه. آفرین. واقعا سوال همگی در مرد ما امی بوده که از زبان خودتان میشنیدن که خب این واکنش هایی که در کامنت های فیسبوکی و دنیای مجازی بود همگی خواندن دیدن، صادقانه بود کسایی که به صورت تعریف کردن جرات شما را، به دلیل از اینکه هر کسی همچون یک احساسات درونی خفته داره که میخواه به یک نوع از اشکال بیان شود، ولی یک کسی که صدای خودش صدای بسیاری از کسایی میشه هم طرفدارا و هم بدبینای خود داره. تا جایی که مثلا من تونستم امو کامنت ها و اینا رو تعقیب بکنم، خوشبینای شما از بدبینا کمتر بود. بله بله، همین گونه بود. من بیشتر از کسایی که مخالف ما باشن، اونایی که مرا میپسندیدن بیشتر بود. بله. حتی مسیجای خیلی زیادی گرفتم، پیام خیلی زیادی برام اومد، حتی با گونه شجاعت ما و گونه ای که خانم، بیشتر از کسایی که با آقا برگرده به خانم ها بود، اونا میگفتن که آفرین، اگر جای اگر من ترس تو را، شجاعت تو را می داشتم و اون کسی که مورد پسند ما بود باید می رسیدم، پیشنهاد می دادم و می رسیدم و خیلی از این پیام ها این گونه بود و من خوشحال بودم به این کارم، به یک گونه خوشحال بودم که حداقل آغاز یک کاری شدم که علاقه مندای ما یا کسایی که می پسنده ندارم در این کار. دقیقا. شما باید به این کارتان نباید مایوس می شدین. خب طبیعی است در همچون یک چیز، یک لحظه شاید احساس مایوسیت احساس کردین، پشیمانی احساس کردین، ولی امی که دیدن که عکس العمل ها قسمی است که شما صدای هستین برای او صداهای خفته که هر کدامش آرزوی کشیدن این صدای بلند هستن ولی به دلایل نمیتونن. من یک کامنت خوانده بودم که شاید متوجه نشده باشین، برام بسیار جالب بود که در اون نوشته شده بود که خاموشی که جسورتر بود. متوجه شدین؟ بله. و این بسیار زیبا است، کلمه زیبا است. واقعا جسارتتان ارزشمند بود. من به همین دلیل خواستم که در برنامه یک قدم شما را داشته باشم و گپ های بی نهایت خودمانیه که خواسته باشین با مردم شریک کنین، با کسایی که عمل شما را حمایت کردن و کسایی که حمایت نکردن هم شاید گفتنی هایی داشته باشین. به دلیل از این باید که شما گفتنی هایی تانه باشون بگوین که اصلا کار بدی نکردین. این حق هر انسان است که باید شریک زندگیش را انتخاب بکنه. مسلماً این حقش است. در تمام دنیا چی کشورهای از هر مذهبه باشه، اجازه دختر و یا خواست دختر دست خودش هست برای زندگی، انتخاب زندگی مشترکش. متاسفانه در افغانستان این مسئله مذهبی هیچ وقتی نبوده، فقط مسئله عرف و فرهنگ بوده که ناپسند است. ولی واقعا جسور بودین، جسارت تان آفرین میگم. بیایم سر از این که حس شیری از کدوم زمان دشما گل کرد؟ من از اوائلی که اصلا من باید در آغازی را اشاره میکردم که از پیش من خبر گرمتر داشتیم در مورد شما. من متولد ایران هستم، در ایران تولد شدیم و دوره ابتدایی در مو مکاتب ایران یا دبیرستان ایران بگویم آغاز کردیم و اونجا تمام. و وقتی برگشتم از اونجا یک فارسی زبانان ما یا بگویم کشور ایران ما
به شاعر به نویسنده خود احترام دارن و گونه ایده در اندیشه آدم ها جاگزین میکنن که از ما اوائل کودکی و ما در مکتبی که به گونه زبان فارسی بگویم مدرسه درس میخواندم از فرخزاد عکس هایی بود، شعرهایی بود از خانم سیمین بهبهانی، از اونا شعرهایی بود که میشه یا زندگی نامه هایشان که میخواندم علاقه بیشتری داشتم و میگفتم کاش یک روزی من هم به جای خانم فرخزاد و یا خانم سیمین بهبهانی همین گونه تصاویر من در مکاتب و یا جاهایی که باشه منتشر میشه و شاید یک کسی شبیه من بیایه، کاش ما بگویه من جاگزین این میبودم. از اونجا علاقه مندی به شعر داشتم و مقاله خیلی کوچکی مینوشتم، مقاله مینوشتم و بعد از یک سال او ما به مهاجر شدیم به افغانستان خود آمدیم که خیلی از او آرزوهای من وقتی به افغانستان آمدم عقب ماندم، با دید مردم، با عمل کرد مردم، با ای که من خیلی مدت ها از درس عقب ماندم و رای پیدا نکردم که درس بخوانم، ولی وقتی وارد مکتب شدم و مقاله های من دوباره ادامه دادم و شعر خرد و کوچیکی مثل سپید نوشته کردم و خلاصه را پیدا کردم به دانشگاه. به دانشگاه وقتی راه پیدا کردم اونجا علاقه مندای من بیشتر و بیشتر شدن به شعر. وقتی من در صنف میرفتم روزهای ساعتهای خالی رو من استاده میکردم بلند تو شعر بخوان. بله. یکی از استادای من از استاد مریم جان یادشان بخیر، هر جایی هستن سرزنده باشن، او استاد من خیلی دوست داشتم، همین بعد از هر ساعتش یک پنج دقیقه برای من اختصاص میداد، میگفت خدا بلند میشه شعر برای من میخوانه و از همین جا علاقه مندی من یعنی بیشتر روش کرد و را پیدا کرد. خانم مریم من به انجمنام معرفی کرد و تا این گونه ای که من با اولین بلند شدنی در جمعی از شاعران وقتی شعری از خواندم از خودم مورد تشویق قرار گرفتم و به هم گفتن که اولین دختری است که داره بره نمیگویه. بله. با وجودی که خودش حضور داره، داره از بدن خودش حرف میزنه، از احساسات خودش حرف میزنه و به من کف زدن. از اونجا بود که من به خودم این جرأت دادم که هستن کسایی که مرا میخواین و من میتونم پیش برم، رای خود پیدا بکنم. از اونجا من شعر نوشته کردم که تقریبا 3 سال میشه. در این 3 سال، سال گذشته سال 1398 بود که من با جمع‌آوری شعرهای از طرف استادای گرامی مثل مقصود هیدریان و اینا برای من پیشنهاد شد که حالا تو جایگاه خود به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده پیدا کردی، دست بزن به کتابی، دست بزن به این که بتونی یک مجموعه از خود به یادگار بگذاری یا کسایی باشن که حالا در دنیای مجازی و یا در انجمنها نمیتونن تو رو پیدا بکنن، حداقل کتابی داشته باشی که از تو بخوانن. و من شروع کردم به جمع‌آوری کتابم و کتاب من به نام میگو صمد که خودش عنوان اوریان است، عنوان برهنه است، نامگذاری کردم و به چاپ دادم. که سالی از چاپ کتاب میگذرم و تمام شعرهای اوریان است و شعرهای برهنه است که از عمق یک عشق، عمق یک احساسات ترشح کرده است و جاگزین یک کتاب شده. بسیار عالی. چاپ کتابتون هم براتون تبریک میگیم و آرزوی موفقیت های بیشتر براتون میکنیم. سوال میکنم از شما ای که حالا که زندگی مشترک را بعد از پاسخ مثبت آقای جسور گرفتین و آغاز کردین، تغییراتی که در ساختن کریرتون در اجتماع آمد چه بود؟ آیا تغییر مثبت و یا ای که یا چه شکل تغییرات در زندگی شما ایجاد شد؟ خانواده من یک خانواده سنتی هستم و بیرون شدن دختر از خانهشان برایشان یک ننگ بود. آها. گرچه من به گونه ای اونا رو میفهماندم و
از امو فهماندن خود استفاده میکردم. حالا بگونه بگویم میشه استفاده میکردم. اگر اونا را من میگفتم که میرم دانشگاه، از لحظات دانشگاه خود استفاده میکردم. شاعرای بیشتری را میدیدم، نویسندای بیشتری را میدیدم، کتابای بیشتری میخریدم. اگر به اون به من پول یک خوراک غذا را میدادن که من در دانشگاه بخورم، من اون را نمیخوردم، اون را یک کتاب میخریدم. بله. میبردم برای خودم یک کالرگری خیلی قشنگ درست کرده بودم و گویا کتاب آوردن من در خانه به اینا یک گونه چی بود که خودش یک تغییر بود، یک تغییر نه، اونا تغییر نمیپذیرفتن، احساس میکردن که حالا ما این کتابا رو آوردیم حتما به یک جایی میرسم، به یک جایی میرسم که به اونا به گونه نامبدگی است یا به گونه ای است که آبروریزی است به اونا. و همیشه کتابای ما را گونه پنهان میکردن. و از اما اوائل تا الحالی که آمدیم با مشکلات واکنش های خیلی زیادی در سر دچار شدیم، ولی الان که متأهل شدیم و دنیای قشنگ دیگر را آغاز کردیم، یک زندگی جدید، من میتونم یک خانه کتاب داشته باشم انشالله که به این آرزویتان هم میرسین. قصه بسیار شیرینه داشتین شما، واقعا من شنیدنش لذت بردم. کاملا تو یک احساس بسیار درونی پاک است چه که شما خواستین بیان بکنین. بریم سر از این که از شروع تا به همین لحظه که شما زندگی را به نوع از اشکال خودتان با دستای خود با افکار خود تغییر دادین، براتون تغییرات ایجاد کردین در زندگی، گاهی شده که خلوت بپالین به خاطر اشک ریختاندن و دلیلش چی بوده؟ یک یادآوری از استاد پرتاب نادری تقریبا 3 روز پیش خوانده بودم. پرتاب نادری یک شاعرای برجسته افغانستان است. بله. یکی از غنیمت‌های بزرگ افغانستان است. اونا نوشته کرده بودند که آیا تا حال شعر نوشته کردی که در بعد از تمام شدن یک شعر و آغاز یک شعر اشک بریزی و پایان یک شعر باعث غصه، باعث بغض تو و باعث چی شود؟ بله، این گونه بود. از ما همیشه خلوت پیدا کردیم، همیشه خلوت پیدا کردیم، برم شعرهای ما بنویسم و از آغاز یک شعر و یا یک شعر ما که پایان پیدا کرده همیشه گریه کردیم. مخصوصا شعرهایی بود است که نسبت به زنهای کشور سرودیم و هر شعری که ما عنوانش به عنوان یک زن تلقی میکنم، میخوایم بنویسمش، امو چیغ و فریاد و امو ناله های فرخنده یادم میآید، امو ناله های فرخنده یادم میآید، امو سنگسار شدن رخشانه یادم میآید و باعث میشه که من درونم پر از بغض شه و گلوم بگیره و عشق بریزم و یک شعر بسرایم یا بنویسم. بسیار و همیشه گریه کردیم بیرون. و برعکس از این اگر فکر کنیم، چی چیزی در زندگی به نهایت خوشحالتان کرد یا میسازه؟ در پیروزی یک خانم بتانه بی ترس و بیمی وارد دنیای خودش شود. الان داریم بانوانی که واقعا پیروز شدن، واقعا رای خود پیدا کردن و بدون ترس، بدون خراس، در افغانستانی که به یک زن هیچ احترامی نیست، به یک زن هیچ چی نیست. حالا میبینیم هر روز در سرخط خبرها در دنیای رسانه به یک زن توهین شده، به یک زن تجاوز شده، به یک زن نامبدگی زده شده، به یک زن طلاق دادین، یک زن از خانه بیرون کردین، ولی هستن خانمایی که باعث خوشبختی و باعث خوشحالی من میشه که رای خود پیدا کردن و با وجود موفقیت است. من هم بر شما آرزوی بسیار زیاد موفقیت بیشتر از این میکنم و به هر آنچه تا هنوز نرسیدین دسترسی پیدا بکنین و برسین. دوست داریم که از سروده هایتان یکی از سروده هایتان انتخاب کنین و برای بیننده های برنامه یک قدم از زبانتان بشنوید. این مجموعه مجموعه میبسمد است، کتاب یک در سال 1398 به چاپ رسید، مجموعه شعرهای یاریان ما هست که در اینجا یک شعر میخوانم که عنوان زن است. میگه در من زنی خوب گرفته هست، در من زنی خوب گرفته است که بغضهای دهن بسته گلویش را
با سیگارهای پی در پی به گوش ناشنوایان میرساند. و زنی که آرزوهای زجر دیده اش را پهن میکند زیر آفتاب و زنی که آرزوهای زجر دیده اش را پهن میکند زیر آفتاب می آراید صورت غبار گرفته اش را. هر شب تب میکند در اتاقی که هم بسترش به خواب ابدی رفته است. هر شب تب میکند در اتاقی که هم بسترش به خواب ابدی رفته. عشق می‌ریزد و عشق می‌شوید لباس‌هایی را که لباس‌های مرگ را که بوی کافور گرفته‌اند. لباس‌های مرگ را که بوی کافور گرفته‌اند. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعاً احساس برانگیز بود. باز هم هدای خاموشی که صدا شد، هدایی که درد ناگفته را گفته شد. جهان سپاس از شما خاموشه که جسور شد. موفقیتتان آرزو میکنم. بسیار خوشحال هستم از اینکه وقت گذاشتین و صحبت‌های خودمانی با علاقمندان برنامه یک قدم داشتین. سپاسگزاری میکنم و برتان آرزوی موفقیت میکنم. ممنون از شما هم، ممنون که وقت گذاشتین، ممنون از برنامه یک قدم. آرزو دارم که صدای من صدای زنهایی باشن که میخواین خودشان باشن. خیلی ممنون از شما. سپاس از شما. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، ای بود داشته های ای برنامه که تقدیمتان کردم. آرزو میکنم که گفته های بسیار قشنگ و زیبای خودمانی را که از هدای خاموش شنیدین مطمئنن که لذت بردین و لذت برده باشین. تا برنامه بعد هر یکتون و الله یک تا و بی همتا می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.